متاسفانه توافق نامه که امضا شد نه تنها زنان که کل مردم افغانستان مایوس شدند، چون در توافق نامه هیچ چیزی به نفع افغانستان نیه و در کل منافع امریکا و منافع طالبان در نظر گرفته شده. و مهمتر از همی که طالبان یک جنبشی که سالها دهشت و وحشت خلق کردن و بیرویه و خیلی ظالمانه مردم ما رو به قتل رسوندن و تعداد زیاد از مردمان ملکیر، حتی اینا به عنوان امارت اسلامی در حقیقت به رسمیت شناخته میشن و حتی ترامپ هم با معاون طالبان تلفنی صحبت میکنه. به معنای اینه که اونا بیشتر از دولت افغانستان در حقیقت به رسمیت شناختن و اینکه در این گفتگوها از دولت افغانستان هیچ نماینده نبود و خواست دولت افغانستان و مردم افغانستان در این توافقنامه گنجانده نشد خیلی جای نگرانی داره برای ما. خب توقع ما این هست که در تمام میز مذاکرات زنان به صورت معنادار، یعنی یک حضور کاملا واقعی داشته باشن، بتونن که زنهای اولا تعداد قابل ملاحظه‌ای حضور داشته باشن از زنها، دوما این خانوما بتونن که چانه زنی کنن به نفع زنان و این حقوقی که در طول 18 سال دستاوردهایی که بوده اینا باید محفوظ بمونه. و بعد از اینکه حقوق اساسی شهروندان که همین پنج حق، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق سیاسی مدنی که حق اساسی هر انسانه که باید به اینا دسترسی داشته باشه، و زنها ما بیشتر به این تاکید میکنیم که خب میبینیم که گروه های افراطی همیشه به شخصی ترین مسائل زنان اینا کار دارن و مداخله میکنن. به این دلیل ما روی آزادی ها و حقوق انسانی زنان تاکید بیشتر داریم، ولی در کل حقوق اساسی کل شهروندان مهمه. مثلا این دستاوردهایی که در این سالا بوده، آزادی رسانه ها، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و فعالیت های مدنی، اینا همه چیزهای خیلی مهمه که اینا باید در صلحی که میایه باید اینا محفوظ بمونه. دیگه نمیتونیم غیر از دادخواهی های مدنی که داریم، فعالیت های مدنی که داریم و یک همبستگی که ما در آستانه 8 مارچ هم هستیم، توقع ما از کل زنان اینه که برای حقوق انسانی خود باید که متحدانه حرکت کنن و کمپاین های را بندازن که این کمپاین ها کمک کنه که دادخواهی ما به یک جای برسه.